قرن 13 هم یه جورای آخر زمان بوده. اتفاقای افتاده تو این دوران که تو کابوساتون هم نمیتونید ببینید. تو این ویدیو میخوام واقعیت حال به همزن و ترسناک رو بهتون بگم که از روش داستان هانسل و گرتل رو ساختن. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی کاری نداره، همین الان این دکمه قرمز رو بزن. هانسل و گرتل داستانی واقعا ترسناکه که از روی بدترین فاجعه انسانی نوشته شده و ماجرای اصلی صد برابر وحشتناکتر و حال به هم زنتر از داستانیه که برادران گریم نوشتن. اما بهتره که اول داستانی که برادران گریم نوشتن رو براتون تعریف کنم. همونطور که میدونید داستان درباره یه خواهر و برادر به اسمهای هانسل و گرتله. اونا از یه خانواده فقیرن و پدرشون هیزم شکن بوده، اما تو قحطی که پیش میاد پدرشون دیگه نمیتونه غذا و شرایط زندگی رو براشون مهیا کنه. اینجاست که مادر خانواده به شوهرش میگه بچه ها رو توی جنگل گم و گور کنه تا شرایط زندگی برای خودشون بهتر بشه. این کار مساوی مرگ بچه ها بود، اما پدر خانواده از روی ناچاری قبول میکنه. اینجای ماجرا بچه ها قضیه رو میفهمن و به جنگل کنار خونهشون میرن و تعداد زیادی سنگریزه سفید رو جمع میکنن. بعد به خونه برمیگردن و وقتی پدرشون اونا رو به قصد گم کردن به جنگل میبره، یواشکی از پشت پدرشون سنگریزه ها رو روی زمین میریزن و توی شب وقتی که سنگریزه ها زیر نور ماه میدرخشیدن، مسیر خونه رو براشون روشن میکنن و به راحتی به خونه برمیگردن. اما مادر خانواده دوباره یه نقشه دیگه میکشه. این دفعه تصمیم میگیرن این دو بچه بیچاره رو توی عمق جنگل رها کنن تا از گشنگی و تشنگی تلف بشن. اما بازم گوشای تیز بچه ها این صحبت ها رو میشنوه و دوباره قصد دارن که سنگریزه جمع کنن که این دفعه شب قبل از بردنشون در اتاقشون رو قفل میکنن و زندونی میشن. ولی باز پسر خانواده تیکه بزرگی نون رو توی جیبش میذاره تا اونو تیکه تیکه کنه و توی مسیر بندازه که راه برگشت رو بعدن پیدا کنه. اما از شانس بدشون پرنده ها تیکه های نون رو میخورن و اونا توی عمق تاریک جنگل گم میشن. اونا روزها توی عمق جنگل میرن تا یه روز از دور کلبه ای رو میبینن که وقتی نزدیکش میشن میفهمن که کل کلبه از کیک و شکلات ساخته شده. اونا هم که گشنه، پس با ولع شروع به خوردن چیزی میکنن که جلوشون بوده. تو این اوضاع یه دفعه پیرزنی عجیب نزدیکشون میاد و وعده جای گرم و نرم بهشون میده. بعدن مشخص میشه که اون یه جادوگره و با این ترفند بچه ها رو به خونش میکشه تا سر فرصت اونا رو بخوره. شاید باورتون نشه ولی این داستان از روی واقعیت ساخته شده. داستان به قرون وسطا برمیگرده، زمانی که یه قحطی بزرگ اتفاق میفته. حتما این جمله رو شنیدید که میگه آدم ها رو تو شرایط سخت میشه شناخت. تو همین قحطی اون روی سکه آدما مشخص شد. قحطی و گرسنگی به قدری زیاد بود که مردم افراد ضعیف رو میکشتن و ازشون تغذیه میکردن. تاریخ نویسا میگن بعضیا شبیه حیوانای وحشی شده بودن. تو این دوران پدر مادر و بچه ها رو توی جنگل گم و گور میکردن و اکثرا بچه ها توسط حیوانای وحشی شکار میشدن. میگن بعضی از زنا بچه ها رو گول میزدن و به خونه میبردن، بعد توی دیک مینداختن و بقیهش هم دیگه خودتون میدونید. در کل توی اوایل قرن 13 هم آدم خواری چیز عادی بوده و اکثر مردم این کار رو انجام میدادن. این اتفاقا شباهت زیادی به داستان هانسل و گرتل داره و سعی داره اون دوران رو نشون بده. داستان هانسل و گرتل پایان خوبی داشت، اما تلنگری بود که ما فراموش نکنیم بشر چقدر میتونه تغییر کنه و مرزای انسانی رو پشت سر بذاره.